میخوام تأثیر اعمال جبری رو در پیوستگی بررسی کنم. وقتی بین توابع جمع، تفریق، ضربه یا حتی تقسیمه، چه تأثیری بر روی اعمال جبری میتونه داشته باشه؟ نگاه بفرمایید. ببینید، قضای پیوستگی در سه حالت تقسیم بندیش میکنم. یک، اگر تابع fx و تابع gx که دامنه های یکسان یا دامنه شون در حقیقت اشتراک گرفته بشن و در نقطه A که در اشتراک توابع f و g قرار داشته باشه هر دو پیوسته باشن، ببینیم چه تأثیری دارن. ببینید، این شرط باید باشه A باید هم در داخل دامنه A f باشه هم در داخل دامنه g. با این شرط تابع fx به اضافه gx یا fx منهای gx به صورت پیوسته به اضافه یک تابع پیوسته یا منهای یک تابع پیوسته حتما یک تابع پیوسته خواهد شد به طور یقین. اگه تابع ها در هم ضرب بشن توی این حالت، fx ضرب در gx، تابع f یک تابع پیوسته در نقطه A، gx یک تابع پیوسته در نقطه A، ضربشون حتما یک تابع پیوسته خواهد بود. در حالت تقسیم باید دقت بیشتری داشته باشیم. اگر fx تو نقطه A تابع پیوسته، gx تو نقطه A تابع پیوسته باشه، پیوسته بر روی پیوسته یک تابع پیوسته است، ولی مشروط بر این که جی آ که در نقطه آ داریم بررسیش میکنم پیوستگی صفر نشه. چون اگه صفر بشه اصلا پیوستگی یا ناپیوستگی رو در اون نقطه نمیتونیم بررسی بکنیم، چون شرط لازم پیوستگی رو نداره. حالت دوم، ممکنه تابع fx هم و gx تو یکیشون پیوسته باشه در نقطه A، دیگری ناپیوسته باشه. میخوایم تأثیر اعمال جبری رو بر این حالت هم ببینیم. اگر تابع fx اولی مثلا پیوسته بود تو نقطه A و تابع gx تو نقطه دقیقه A ناپیوسته بود، میشه پیوسته به اضافه ناپیوسته حتما یک تابع ناپیوسته است، پیوسته منهای ناپیوسته اونم حتما یک تابع ناپیوسته خواهد بود. در حالت ضرب fx ضرب در gx، اگر شما در نظر بگیرید تابع اول پیوسته تابع دوم ناپیوسته باشه، باز هم ضرب اینها نمیتونیم دقیق بگیم چگونه هستش، یعنی معلوم نیست، شاید پیوسته باشه شاید ناپیوسته، یعنی باید شما بین حد راست حد چپ مقدار تابع بگیرید، ولی در حالت بالا به طور یقین میگیم ناپیوسته هستش. حالا تقسیم هم که خب میدونم تقسیم نوعی ضرب هستش، اولی ناپیوسته پایینی پیوسته یا بالعکس فرق نمی کنه. در نهایت میتونیم بگیم عبارت ما معلوم نیست، شاید پیوسته باشه شاید ناپیوسته، ولی با این شرط که باز جی آ صفر نشه، چون اگه صفر بشه اصلا جزء شرط پیوستگی نیست. حالت سوم رخ میده. حالا سوم چیه؟ تابع fx و gx هر دو در x مساوی با آن ناپیوسته باشن، در این صورت جمعش ناپیوسته اضافه ناپیوسته یا ناپیوسته منهای تابع ناپیوسته، بازم این تابع معلوم نیست و باید کامل بررسی کنیم. بررسی یعنی چی؟ یعنی حد راست حد چپ مقدار تابع رو ببینیم. در حالت ضرب هم باز به همین ترتیب هستش، ناپیوسته ضرب در ناپیوسته دوباره معلوم نیست و باز باید شرایطش رو بررسی کنیم. حالا تقسیم همینطور، ناپیوسته ناپیوسته معلوم نیست، ولی باز اون شرط رو دقت بفرمایید که نباید مخرج ضرب بشه، یعنی آ جزء دامنه تابع قرار بگیره. حالا با هم بریم مثال بررسی کنیم. یه مثال خوب توی مثال میبینیم، گفته در یک نقطه، در نقطه یک تابع، در نقطه یک تابع پیوسته و تابع دیگر ناپیوسته است، با فرض اینکه هر دو تابع روی دامنه یکسان تعریف شده باشن، بنا به کدام عمل توابع ممکن است تابع در آن نقطه پیوسته باشه؟ ببین کلمه ممکن است رو به کار برده، یعنی شاید پیوسته باشد. گزینه یک، در هر دو حالت تقسیم یکی بر دیگری، دو حالت تفاضل، سه حالت جمع و چهار حالت ضرب رو داره نشون میده. پس میخوام ببینیم ممکن است. حالا قضایه تو ذهنمون هستش، نگاه کنی. در حالتی که قضیه دو پیوستگی، قضیه دو پیوستگی بود، اولی اگه ناپیوسته دومی پیوسته باشه یا بالعکس، عمل جمع و عمل تفریق به طور یقین ناپیوسته است. پس گزینه های دو و سه حذف میشه، میمونه دو حالت ضرب و تقسیم که هر دو درست هستن. ولی چون حالت تقسیم ذکر نمی کنه که آیا این x مساوی با a تو نقطه جزء دامنه هست یا نه، شاید مخرج تعریف نشده باشه، اون وقت نمیتونیم اصلا شرایط پیوستگی روش بررسی کنیم. پس نمیتونیم بگیم پیوسته است، نمیتونیم بگیم ناپیوسته است. پس چون این شرط رو نداریم و صحبتی نشده، گزینه 4 که ضربه صحیح تره، یعنی
یعنی شما در حالت ضرب حالت صحیح‌تری رو دارید، ولی تقسیم چون دقیقاً نگفته چه حالتیه این خصوصیت رخ نداده، به خاطر گزینه 4 گزینه صحیح‌تری خواهد بود. ولی ممکنه این نکات اینجا کاربرد پیدا بکنه، مثلا توی این تست مثلا میگه که تعداد نقاط ناپیوسته تابع fx مساوی با براکت x دو منهای جزء سعی 2x در بازی باز 0 تا 2 کدام از گزینه 1, 2, 3, و 4 نقطه رو پیش بینی کرده. اگر به این حالت شما نگاه کنید، براکت x دو توی این بازه یه سری نقاط ناپیوسته مشخصی داره، براکت 2x توی این بازه یه سری نقاط مشخص ناپیوسته ای داره. بیایم جداگانه هر کدوم رو بررسی کنیم. قبلا گفتیم برای اینکه براکت x رو داشته باشیم، x بین 0 و 2، من درون جزء صحیح رو میسازم، یعنی طرفین رو به توان 2 میرسونم. اعداد صحیح بین 0 تا 4 که 1 2 و 3 میباشه رو با x تو مساوی قرار میدم. از اینجا x به دست میاد 1، x رو مساوی با 2 قرار میدم، x به دست میاد رادیکال 2. چرا مثبت منفی نداره؟ چون بازه اولی ما 0 تا 2 و اصلا بازه منفی نداره. x دو مساوی با 3 خواهد بود، یعنی عدد صحیح درون. یادآوری میکنم نکته تو اول پیوستگی گفتم، اگر درون جزء صحیح عدد صحیح به دست بیاد ناپیوسته است، به شرط آنکه مینیمم موضعی یا نسبی نباشه. اینجا x بوده رادیکال 3، پس تابع جزء صحیح x دو در 1 رادیکال 2 و رادیکال 3 ناپیوسته است. حالا میگیم جزء صحیح 2x وضعیت ناپیوستگی اونو بررسی میکنیم، دوباره میگیم x بین 0 و 2، میام درون جزء صحیح 2x رو میسازم که عدد صحیحش رو پیدا کنم و طولهای ناپیوسته رو تعیین کنم، طرفین رو در 2 ضرب کردم، عدد صحیحش دوباره هستن 1, 2, 3، پس 2x مساوی با 1، این دفعه x میشه 1/2، 2x مساوی با 2 x میشه 1، 2x مساوی با 3 عدد صحیح بین 0 تا 4 x مساوی با 3/2، اینم نقاط ناپیوسته جزء صحیح 2x هم. حالا نقاط 1 رادیکال 2 رادیکال 3 1/2 1 و 3/2 رو بررسی می‌کنیم در حالت ترکیب دو تا تابع. میایم اینطور میگیم، میگیم برای 1/2 از کوچیک شروع کردم، براکت x تو توی اولی پیوسته، چرا؟ چون جزء نقاط ناپیوستگیش نبوده، ولی براکت 2x تو 1/2 ناپیوسته است، چون ما به دست آوردیم تو حالت قبل پیوسته بنای ناپیوسته، بنابرای قضیه 2 ناپیوسته است. حالا عده بعد x و 1 رو بررسی میکنیم، 1 هم توی براکت x بود هم تو براکت 2x، پس میشه ناپیوسته بنای ناپیوسته. قضیه 3 رخ داد، میگه معلوم نیست، کارمون سخت میشه، چون باید برای 1 برم حد راست حد چپ مقدار تابع رو به دست بیارم. رادیکال 2 رو ببینید، رادیکال 2 تو براکت x2 ناپیوسته است، ولی تو براکت 2x پیوسته است، چون جزء نقاط ناپیوسته براکت 2x نبوده. ناپیوسته بدن ناپیوسته میشه ناپیوسته. x مساوی با 3/2 بررسی میکنم، fx تو این قسمت اولی تو براکت x تو پیوسته است، ولی تو براکت 2x ناپیوسته است، جزء نقاط ناپیوسته اونه، پس نتیجه میگیریم ناپیوسته. رادیکال 3 رو بررسی میکنیم، برای براکت x تو ناپیوسته بود، ولی برای براکت 2x پیوسته، ناپیوسته به ناپیوسته میشه ناپیوسته. نوبت میرسه اینو بررسی کنم، حد راست و حد چپ رو، حد fx رو میره به سمت یکی بیشتر، تو فرمول براکت x دو منهای براکت 2x قرار میدم، یک مساوی توان 2، یک مثبت 2 ضرب 1 مثبت 2 مثبت، خروجی این 1 خروجی این 2 خواهد بود، خروجی نهایی منهای 1. حد راست حد چپ رو میگیرم، یک منفی به توان 2 میشه یک منفی، 2 ضرب 1 منفی میشه 2 کمتر، 1 کمتر خروجیش 0 و 2 کمتر 1، 0 منهای 1 منهای 1. حد راست و حد چپ برابرن، مقدار تابع با اینا عذرخواهی میکنم، مقدار تابع با اینا برابر، یعنی f1 اونم، پس تابع شما در نقطه 1 پیوسته است، پس نقاط ناپیوسته 4 تا شد، 1 2 3 و 4.